الغای متقابل. ببینید دوستان، ما تا الان آهنربا و حلقه، آهنربا و سیملوله، سیم حامل جریان و حلقه رو بررسی کردیم. حالا میخوام سیملوله با سیملوله یا حلقه با حلقه رو بررسی کنم. به این میگن الغای متقابل، یعنی تغییر جریان، تغییر مقاومت، تغییر شار در یک حلقه، در حلقه مجاور خودش یا در سیملوله مجاور خودش یک جریان رو الغا کنه. این سوال نسبت به سوالایی که تا حالا حل کردیم جامع‌تر و کامل‌تره. خواهشی که از شما دارم حتما با دقت نگاه کنید. ببینیم بچه ها، در شکل مقابل اگر مقاومت رئوستا کاهش یابد، جهت جریان الغایی در حلقه وسط رو تعیین کنید. من شکل رو بزرگتر بکشم. به من نگاه کن، شما یه حلقه‌ای در وسط دارید که به باتری وصل نیست. ما می‌خوایم ببینیم توی اون جریان الغایی چجوریه. من روشمو تغییر نمیدم. مرحله اول، کجا قرار جریان الغا بشه؟ تو حلقه سبز. تو این حلقه سبز میدان داری؟ نه. باید باشه. کسی هست اونجا میدان ایجاد کنه؟ ظاهراً هست. این جریانی که باتری داره میفرسته میاد در داخل حلقه دور میزنه برمیگرده اینجا. شست رو بذاریم در جهت جریان داخل حلقه، چرخش انگشتان و ورودش به داخل حلقه جهت میدان رو تعیین میکنه. این میدان در اون سوه. حالا ببین، صورت سوال گفته رئوستا رو تغییر بدیم. اگر من مقاومت رئوستا رو زیاد کنم، جریان مدار کم میشه. اگر مقاومت رئوستا رو کم کنم، جریان مدار زیاد میشه. سوال چی گفته؟ گفته مقاومت رو کم کنید. اگه مقاومت کم بشه، جریانی که ازش عبور میکنه قطعا افزایش پیدا خواهد کرد. اگه جریان افزایش پیدا کنه، خب طبیعتا میدان داخل حلقه ما هم افزایش پیدا میکنه، پس میدان مغناطیسیمون هم زیاد میشه. اگه میدان زیاد بشه، شار هم زیاد میشه. اگه شار زیاد بشه، طبق اون چیزی که قانون لنز به ما یاد داده بود، به ما میگه یه بپریمی بکشید خلاف جهت بی که جلوی زیاد شدنش رو بگیره. خب من یه بپریم میکشم برونسو که خلاف بی باشه. شست دو بذار در جهت بپریم رو حلقه سبزه به چرخ، جریان الغا شد، شد آیپریم ما پاد ساعت کرد. چقدر راحت حل شد. من قاعدم هم عوض نکردم. پس الغای متقابل یعنی تغییر یک جریان، یه جریانی رو به وجود بیاره که اساس کاره. مبدلها این هستن، ترانسفورماتورهای کاهنده و افزاینده که با تغییر جریان میتونن جریان جدید رو به وجود بیارن که در بخش آخر ما حتما راجع به اون صحبت خواهیم کرد. بریم سوال بعدی. در شکل مقابل اگر کلید کاب بسته شود، جهت جریان الغایی در آمپرسنج کدام است؟ بچه ها تکون نخورید، همینجا باشید. میخوام یکی از نکات بسیار بسیار مهم در الغا رو بهتون یاد بدم. دو تا سیملوله روبروی همدیگه هستن. شکل رو بزرگش میکنم، نگران نباش. دو تا سیملوله مقابل همدیگه هستن. یکیشون باتری داره، یکیشون باتری نداره. صورت سوال گفته وقتی کلید رو وصل میکنیم، جریانی که در آمپرسنج ایجاد میشه کدوم وریه؟ جهت جریان رو هنگام وصل کلید. خب حالا فرض کن من کلید رو وصل کردم، داخل این مدار جریان برقرار میشه. این جریان داخل سیملوله میدان به وجود میاره. این میدان مغناطیسی میخواد در داخل حلقه های مجاورش جریان الغا کنه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه باید اینجا شار وجود داشته باشه، باید میدان وجود داشته باشه. میدان نداریم الان. کسی هست این میدان رو ایجاد کنه؟ آره، همسایش. این سیملوله میتونه میدان ایجاد کنه. شست در جهت جریان ورود انگشتا میشه جهت میدان. میدان از اینجا میاد، از اینجا خارج میشه. ولی بچه قرارمون یادمون نره ها، قرار شد این میدان یه سر تو همسایه هم بره، خونه همسایه می سر بزنه. میدان مغناطیسی میاد از داخل این حلقه‌ای که قرار الغا صورت بگیره، سیملوله‌ای که قرار الغا صورت بگیرم عبور میکنه. حالا بریم ببینیم تغییرات چجوریه. این میدان مغناطیسی یه عدد ثابت یا متغیره؟ متاسفانه خیلی وقتا بچه ها فکر میکنن وقتی ما کلید برق رو میزنیم، چون بلافاصله لامپ روشن میشه و نور خوبی هم داره، جریان در همون لحظه به بیشینه مقدار خودش رسیده. در صورتی که اینجوری نیست. هیچ کمیت فیزیکی نمیتونه در صفر ثانیه از یه عدد به ماکسیموم برسه. قطعا یه زمانی میبره. حالا این زمان ممکنه کوتاه باشه، من نتونم درکش کنم، ولی سیملوله درکش میکنه. یعنی موقعی که شما هنگام وصل کلید رو دارید بررسی میکنید، اگر نمودار شدت جریان بر حسب زمان رو
رسم کنید، در لحظه وصل کلید جریان زیاد میشه و بعد از یه مدتی به ماکسیموم مقدار خودش میرسه، یعنی جریان به بیشین مقدار خودش رسید. خب بچه ها، پس در مرحله اول جریان در حال افزایشه. وقتی که جریان این سیم لوله شماره یک در حال افزایش باشه، طبیعتاً میدانی هم که تولید میکنه در حال افزایشه. وقتی میدانش افزایش پیدا کنه، شار عبوری از اون سیم لوله همسایه افزایش پیدا میکنه. وقتی شار در داخل این سیم لوله زیاد شد، حالا قانون لنز میگه برو یه بپریم خلاف اون بی رسم کن. پس من طبق قانون لنز یک بپریم رو خلاف بی رسم میکنم، در داخل سیم لوله ای که میخوام الغا صورت بگیره، پس بپریم میشه این بره. شست رو میذارم در جهت بپریم، چرخش انگشتان جهت جریان الغایی رو نشون میده، در داخل سیم لوله از بی به آ، در داخل آمپرسنج از آ به بی. پس از الان به بعد اگر از شما پرسیدن جهت جریان الغایی در آمپرسنج چقدره، میگید از کدوم طرفیه، از آ به بی خواهد شد. اینم یکی از سوالایی که الغایی متقابل رو هنگام وصل کلید داره نشون میده. یاد گرفتین؟ سوالی دارید؟ خب بگو. آها، شما میگید که اگر من کلید رو الان قطع کنم چه اتفاقی میفته؟ پس ببین، من میخوام مرحله بعد نوع دومش هم بهتون بگم. هنگام قطع کلید چیه؟ نه، اول ما شار داریم ولی ثابته، حالا کلید رو قطع میکنیم، شار تغییر میکنه. ببینیم چه جوری میشه. سوال ببینیم. در شکل زیر جهت جریان الغایی در آمپرسنج رو هنگام قطع کلید تعیین کنیم. ببین بچه‌ها، شکل جدید چی میگه؟ ما دو تا سیم لوله مجاور هم داریم. در داخل سیم لوله شماره یک باتری وجود داره، یه جریانی برقراره، چون میخوایم قطعش کنیم دیگه، نه، یعنی قبلا وصل بوده. پس یه میدان ایجاد شده، شست در جهت جریان ورود انگشتان جهت میدان، میدان میاد از داخل سیم لوله شماره دو عبور میکنه، ولی بی تغییر نمیکنه. وقتی بی تغییر نکنه، پس شار تغییر نمیکنه. وقتی شار تغییر نمیکنه، پس ما الغایی هم نداریم، یعنی الان آمپرسنج قطعا از صفر نشون میده. حالا اگر من بیام کلید رو قطع کنم چه اتفاقی میفته؟ ببین، درسته شما کلید برقو میزنید بلافاصله لام خاموش میشه، ولی در واقع یه زمانی طول میکشه که اون کمیت فیزیکی ما از یه عددی به صفر برسه. یعنی وقتی من شار جریان رو میخوام بررسی کنم، جریان من کاهش پیدا میکنه. از روی این جریان میخوام شار رو تعیین کنم. چه جوری؟ میگم ببینید بچه‌ها، جریان در حال کاهشه. خب طبیعتاً میدانی که از توی میگذرم کم میشه، پس میدانم کم میشه، نتیجه چی میشه؟ شار. شارم کاهش پیدا میکنه. خب چه نتیجه میگیرید؟ قانون لنز میگه هر وقت شار داشت کم میشد، تو بیا یه بپریم در جهت اون بی رسم کن. کجا؟ قانون لنز میگه در داخل این حلقه هایی که قراره الغا صورت بگیره، یه بپریمی باید همجهت بی رسم بشه. منم همجهت بی رسم میکنم، شست رو میذارم در جهت بپریم، چرخش انگشتان روی سیملوله رو به بالا نشون میده و در داخل آمپرسنج از بی به آ، داخل سیملوله از آ به بی، داخل آمپرسنج از بی به آ. این میشه الغای متقابل. من تقریبا همه مدل سوالشو براتون حل کردم. حالا انشالله اینو یاد گرفته باشین و بتونید در جاهای دیگه هم ازش استفاده کنید و تعمیمش بدید. سوال بعدی. در شکل مقابل در هنگام نقطه چین جریان الغایی در حلقه در جهتی است که با فلش مشخص شده است. ببین بچه‌ها، من این شکل رو دارم. داخل این حلقه الغا صورت گرفته. جریان الغایی آی پریمه. سیم لوله مجاور باتری داره. با توجه به قطب باتری، جهت جریان را اگر مشخص کنیم، از روی جهت جریان میتونیم جهت میدانی که ایجاد کرده بود رو هم تعیین کنیم. این میدان دور میزنه و برمیگرده در داخل سیم لوله. حالا جریانی که در داخل خود حلقه هم الغا شده، جریان واقعیه. ما برای تعیین جریان یا ایجاد جریان در داخل یک مدار تا اینجا دو تا روش یاد گرفتیم. روش اول استفاده از چی بود؟ مولدها و باتری ها. روش دوم الغاست. این جریان وجود داره، برق شهری که ما داریم استفاده میکنیم در اثر الغا به وجود میاد، جریان های متناوب الغایی هم. پس الان شما داخل این حلقه جریان دارید، این که از کجا اومده اصلا برای ما مهم نیست. شست رو میداریم در جهت جریان ورود انگشتان میشه جهت میدان مغناطیسی ما. این میدان مغناطیسی بپریم رو کی به وجود آورده؟ حلقه الغایی ما وجود آورده. رنگ آبی که بی باشه رو هم سیم لوله به وجود آورده. حالا این دوتا رو نگاه کن.
بیا بپریم خلاف جهت همدیگه هستن. یعنی چی؟ یعنی شار مغناطیسی مورد نظر در حال افزایش بوده که بپریم خلاف جهت بیرا ظاهر شده. اون چیزی که لنز میگه، میگه همیشه اثر اون جریان القایی با عامل به وجود آورنده خودش مخالفت میکنه. پس بچه ها، من میام به این صورت استدلال میکنم، میگم بپریم خلاف بی است، پس معناش اینه که فی در حال افزایش بوده که من بپریمو خلاف کشیدم. وقتی فی در حال افزایش هست یعنی بی در حال افزایش بوده. وقتی بی در حال افزایش هست یعنی جریان در داخل سیملوله در حال افزایش بوده، یعنی هنگام وصل کلید بوده. پس میتونیم بگیم جریان داشته زیاد میشده، از این میتونیم نتیجه بگیریم هنگام وصل کلید است. پس یه بار دیگه میگم، من با توجه داده ها بی و بپریم رو رس کردم، دیدم اینا خلاف هم دیگه هستن. وقتی خلاف جهت همه یعنی شار داشته زیاد می شده، یعنی میدان بی در حال تقویت بوده، یعنی جریان تو سیملوله داشته زیاد می شده، یعنی کلید رو ما داشتیم چیکار می کردیم؟ وصلش می کردیم، چون در هنگام قطع کلید جریان کاهش پیدا می کنه. پس برای تعیین برعکس جریان ها هم به این شیوه عمل می کنیم. یعنی اگه آی پریم جریان الغایی رو بدن، از آخر استدلال می کنیم به اول می رسیم. این مدل رو حتما یاد بگیرید. من که بچه‌ام تو امتحان همیشه اینجور سوال ها رو حتما حتما میدم. شاید معلم شما هم قصد داشته باشه همچین سوالی رو طرح کنه. بریم سوال بعدی رو ببینیم. در شکل زیر سیملوله ها ثابتن، آهنربا سمت چپ در حرکت است، جهت جریان القایی در مقاومت ها رو تعیین کنید. خب ببینید بچه ها، دو تا سیملوله داریم، هیچ کدومشون هم جریان ندارن، قراره تو هر دو تاشون القا صورت بگیره و جهت رو در مقاومت ها میخوایم مشخص کنیم. خب من میام شکل رو میکشم، میگم بچه ها دو تا سیملوله که مجاور همدیگه قرار گرفتن و یه آهنربا وسطشه، اگه قرار داخلشون القایی صورت بگیره باید میدان داشته باشن، یعنی یه میدانی باید از داخلشون رد شه، یه شاری باید به وجود بیاد. کسی هست میدان ایجاد کنه؟ آره، کی؟ آهنربا. آهنربا میدانش از N به S، ولی طبق قراردادمون، طبق قراری که با هم گذاشتیم، میدان رو یه جوری رسم می‌کنیم که از داخل سیملوله ها رد بشه. پس این میدان از قطب N میاد، از داخل سیملوله شماره 1 بعد شماره 2 برمیگرده به S. خب حالا وقتی شما اینو نزدیک می‌کنیم، می‌خوایم چه اتفاقی میفته؟ میگم بچه‌ها وقتی آهنربا رو نزدیک می‌کنیم، خطوطی که از داخل این میگذره تقویت میشه. وقتی تقویت بشه یعنی شار افزایش پیدا میکنه. پس من میتونم بنویسم آهنربا نزدیکتر میشود به کدوم؟ به شماره 1. چه اتفاقی میفته؟ شار زیاد میشه. وقتی شار زیاد بشه طبق قانون لنز یه بپریمی ظاهر میشه خلاف جهت بی. بی به سمت چپه، پس بپریم به سمت راست. شست رو میذاریم در جهت بپریم، چرخش انگشتان میشه جهت جریان القایی. جهت جریان القایی تو سیملوله از بی به آ، تو مقاومت از آ به بی هست. پس جواب این سوال میشه از آ به بی. من بخش اولش رو حل کردم. بخش دوم میخوام برای اون یکی مشخص کنم. وقتی اینو دورش میکنیم شار کاهش پیدا میکنه، چون قطب آهنربا از سیملوله داره دور میشه. پس بپریم باید چی باشه؟ هم جهت بی باشه. شست در جهت بپریم، چرخش انگشتان میشه جهت جریان القایی. جهت جریان القایی در داخل سیملوله از سی به آ، اما در داخل آهنربا از دی به سی هستش. پس اینم مشخص شد. آها، میخواید اینو جدا بهتون بگم؟ باش، اشکال نداره، اینو پاک میکنیم. شکل اینطوری شد. پس اونو که تعیین کرده بودیم، الان وقتی آهنربا رو دور میکنم نتیجه‌ای که میگیرم اینه، شار مغناطیسی در حال کم شدنه. وقتی شار داره کم میشه، پس بپریم باید هم جهت بی باشه. پس یه بپریم اینجا رسم میکنم، شست رو میذارم در جهت بپریم، چرخش انگشتان جهت جریان القایی رو نشون میده، در داخل سیملوله از سی به دی و در داخل مقاومت از دی به سی خواهد شد. پس جواب اینم به دست اومد. این دوتا رو هم حتما یاد بگیرید. اینم میتونه یه سوال امتحانیه خیلی خوب باشه.